سلام، پنجشنبه 24 مهر 92، 16 اکتبر 2014 میلادی. در مورد 5 موضوع امروز صحبت میکنیم، اما ابتدا 2 تا عذرخواهی بکنم. یکی اینکه به دلیل سرماخوردگی دائما ممکنه در طول برنامه فین بکنم، عذر میخوام. یکی هم اینکه یکی از دوستان نوشته بود که یک حاله نور مثل ادعای احمدی نژاد پشت سر من در برنامه هست که مال نور این اتاق و نتونستم رفعش بکنم. موضوع اول این که سایت تابناک خبر صحبت‌های آقای اردوغان در دانشگاه مرمره رو درج کرد و بسیاری سایت‌های دیگه ایرانی هم اون رو نقل کردن، ولی به جای اون قسمتش که آقای اردوغان به آقای خامنه‌ای حمله کرده بود به عنوان یک رهبر مذهبی، گفته که به مقامات ایرانی توهین کرده و اون تیکه رو نقل نکرده. مسئله کامیون ها بین ایران و ترکیه هم با وضع مالیات جدید از سوی ترکیه که برای هر کامیون 1500 دلار مالیات خواسته، به اضافه 100 برای هر 100 کیلومتر 25 یورو، باعث شده که در دو سوی مرز صف طولانی از کامیون های ترانزیت برقرار بشه. البته ترکیه مدعی است ایران اول این مالیات رو گذاشته برای کامیون های ترک، اما ایران تکذیب میکنه. حملات هوایی علیه داعش تشدید شد در کوبانی و باعث نه فقط زمینگیر شدن اونها، بلکه باعث ترک پاره ای از نقاط شهر از سوی داعش شده. در تهران هم جلوی سازمان ملل دوباره تظاهرات در حمایت از مردم کوبانی و علیه داعش برگزار شد. جالب، روزنامه کیهان هم تیست زده بود که ببخشید داعش با علارغم خواست آمریکا و ترکیه در حمایت از گروه های تروریستی منظور داعش، مردم کوبانی با مقاومت داعش رو وادار به عقب نشینی کردن. ظاهرا کیهان روز روشن حملات هوایی آمریکا به داعش رو تکذیب میکنه. در وین هم مذاکرات هسته‌ای بین آقای کری، اشتون و ظریف برگزار شد. بعد از این ملاقات یک دیپلمات امریکایی که نخواست نامش فاش بشه به خبرگزاری رویترز گفته که امریکا در صدد تمدید مهلت قرارداد بعد از 24 نوامبر نیست و به ایران فشار میاره که در همین مهلت باقی مانده در کمتر از 40 روز قرارداد رو به نتیجه برسونه. اما آقای نبویان که از شاگردهای آقای مصباح یزدی است خبر داده، البته از اون خبرهایی که احتمالاً صحت نداره، از اینکه دولت تا کنون، دولت روحانی 10 بار جلسه خصوصی با امریکایی ها داشته و در سال 92 به امریکایی ها قول داده که هر درصد غنیسازی که اونها بگن رعایت میکنه و 90% فعالیت های هسته‌ای رو هم متوقف کرد. موضوع دوم این که راشین تیوی از قول معاون شرکت روزنفت روسی عنوان کرده که مسئله کاهش قیمت نفت توطئه امریکا و عربستانه و ممکنه تا 50 و 60 دلار هم در بشکه قیمت نفت پایین بیاد. این کار رو کردن برای فشار به روسیه که نفت زیر 100 دلار براش بسیار خسارت باره و قابل تحمل نیست، و همینطور ایران
و البته گفته که در ازای این به عربستان قول داده امریکا که رژیم سوریه رو فشار بیاره و عوض بکنه. قیمت محصولات پتروشیمی هم به دنبال نفت کاهش پیدا کرده، تا 20% و گاهی 30% هم گفته میشه. به این ترتیب روی درآمد ایران علارغم با وجود تحریم های قبلی فشار مضاعفی رو این مسئله کاهش نفت و پتروشیمی خواهد آورد. اما در اون سو فساد بیداد میکنه. آقای پور محمدی وزیر دادگستری دولت روحانی گفته که مسئله انتقال پول زنجانی، بابک زنجانی از خارج ناامید دیگه، و چون همونطور که قبلا آقای زنگنم گفته بود اون بانک مالزیایی قلابی بودش، و البته شریک آقای بابک زنجانی حسین کنگانی هم به طرز مرموزی در مالزی ترور شده. اما پرونده جدید 7000 میلیارد تومانی رو هم سهام نیوز گزارشه مفصلی منتشر کرده که افراد دیگری که نام برده مثل ناصر سیدی، در واقع یک بابک زنجانی جدیده، در اون پرونده میلیاردها پول به دست آورده به همراه باند عجیب و غریبی که در اطلاعات، بانک سپه و نقاط دیگه با او همکاری داشتند. و البته شخص آقای مصلحی وزیر اطلاعات و تنی چند دیگر از مقامات درگیر هستند، و به گفته سهام این اصلی ترین دلیل اینجور برخورد آقای صادق لاریجانی است. موضوع سوم این که آقای دیروز در زندان رجایی شهر دو زندانی کرد اهل تسنن، جمشید و جهانگیر دهقانی، بعد از اینکه بعد از ماها امکان ملاقات با خانواده رو بهشون داده بودن، به جای 40 دقیقه سر 10 دقیقه به خانواده که از راه دور آمده بودن گفتن ملاقات تمامه، و بعد از اعتراض جمشید و جهانگیر به ضرب و شتم اونها جلوی خانواده پرداختن و خانواده را هم با توهین بیرون کردند، و به این ترتیب یک بار دیگه هم سبویت و درندگی نشون دادند. و جالبه که زندانیان سیاسی رجای شهر این دو نفر اعلام اعتصاب قضا کردند. صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه اون وقت با چنین دستگاه قضایی و زندانی میفرمایند که انتقاد از وضعیت حقوق بشر در ایران جنگ روانی است. 82 نماینده مجلس هم طرحی رو دارند تهیه می کنند، امضا کردند برای شنود اسلامی که قانون شنود در واقع باید نام بگیره. در دانشگاه صنعتی شاهد هم نشریه دانشجویی پژواک در خرداد گذشته مصاحبه‌ای با علی مطهری داشته و از رنگ سبز استفاده کرده. همین موضوع منجر به توقیف غیر رسمی نشریه شده و تا الان هم دستاندرکاران نشریه دانشجویی نتوانستند نشریه رو منتشر بکنند. در استان فارس 11 نفر رو که به اتهام جوک ساختن برای آقای خمینی دستگیر کرده بودند وادار به اعترافات تلویزیونی کردند و در تلویزیون مصاحبهشون رو پخش کردند. طرحی هم با امضای 36 نماینده مجلس تهیه شده برای برخورد با بدحجابی که اگر تصویب بشه اون وقت بحث زندان، 1,000,000 تومان جریمه، توقیف ماشین و مسائلی از این قبیل در طرح پیش بینی شده، و حتی شرکت ها و مؤسسات خصوصی هم نباید که کارکنان مختلط داشته باشند. خبرگزاری فارس هم خبر داده از اینکه در دوره آقای خامنه‌ای مسئله تعداد نهادهای امنیتی از 5 تا به 16 تا رسیده، یعنی آقای خامنه‌ای الحمدلله
نون آب مردم رو لنگ کرده، ولی عوضش براشون دستگاه اطلاعاتی درست کرده. موضوع چهارم این که آقای جنتی عنوان کرده که در انتخابات مجلس خبرگان که از مجلس شورا هم مهمتره، عده‌ای میخوان مجلس رو به دست بگیرند که اگر بگیرند مسبباتی خلاف رهبری تصویب خواهند کرد. آقای محمد هاشمی برادر آقای هاشمی رفسنجانی هم از گروه کارگزاران اعلام استعفا کرده و گفته افراد جدیدی اومدن که با اونها من هم فکری ندارم. همایش حزب اعتماد ملی بدون آقای کروبی برگزار شد، ظاهرا بحثشون شرکت در انتخابات بوده، ولی به شدت سایت های محافظه‌کار و روزنامه های اونها برخورد کردن، از جمله کیهان تیتر بزرگ زده که تهمانده های فتنه اسرائیلی آمریکایی جمع شدن و از این قبیل برخوردها. اما موضوع آخر این که این جناب آقای پوتین هم به خبر آخر ما پیوستند و فرمودند که این احساس خارج از قوانین و منحصر به فرد بودن خیلی خطرناکه. ایشون منظورش کشورهای غربی است و گفته ویروس فاشیزم در حال رشده. اندکی سب سحر نزدیک است تا فردا شاد پیروز با وفا و سرفراز باشید. به امید پیروزی ایران و ایرانی.